با درود خدمت شما شنوندگان عزیز. در این قسمت برنامه زنان امید پخش خواهد شد. شما میتونید در طول برنامه نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. درود خداوند بر شما شنوندگان گرامی. شما به زنان امید گوش میکنید. برنامه‌ای که توسط زنان و برای زنان تهیه و تدارک دیده شده تا به قلب‌های شما نور امید رو بتابونه. منم درود میفرستم به شما همراهان گرامی و عزیز. نازنین هستم و به همراه لیلی عزیز امروز هم دقایقی رو با شما خواهیم بود. امیدوارم که از برنامه امروز هم لذت ببرید و براتون مفید واقع بشه. آمین. دوستان عزیز، آیا تا به حال براتون پیش اومده که در آسانی حضور در جمع یا محیط خاصی قرار بگیرین، استراب شدیدی تمام وجودتون رو فرا بگیره؟ یا شاید کسی رو میشناسید که در مواجهه با چنین شرایطی از حضور در میون دیگران دچار ترس و استرس میشه؟ در این لحظات ضربان قلبمون افزایش پیدا میکنه، انگار که میخواد از سینمون بیرون بزنه. اون وقتی که نفس کشیدن سخت میشه، دست‌ها یا پیشونیمون عرق میکنه و صدامون به لرزه میفته. با چیزایی که گفتیم شاید متوجه شده باشین که موضوع امروز برنامه ما فوبیای اجتماعی هست. امروز میخوایم بدونیم اصلا فوبیای اجتماعی یعنی چی و اگر دوچارش هستیم یا کسی از نزدیکانمون دوچار این مشکل هست چه کاری باید انجام بدیم؟ خب، هر فرد با ویژگی‌های منحصر به فردی در مسیر زندگیش قدم می‌گذاره و این ویژگی‌ها اغلب از تجربیاتیه که در طول زندگی به دست آورده شکل می‌گیرن. در بعضی از افراد این تجربیات به ترس‌ها و اضطراب‌هایی غیر قابل کنترل در برخورد با جهان بیرون و دیگران منجر می‌شن. این ترس و اضطراب گاهی اونقدر شدید و طاقت فرسا میشه که نه تنها خود فرد رو درگیر میکنه، بلکه موجب ناراحتی و آشفتگی اطرافیانشون هم میشن. در واقع افراد مبتلا به اضطراب یا فوبیای اجتماعی به صورت شدید، مداوم و مزمن از اینکه مورد قضاوت و نگاه دیگران قرار بگیرن و به خاطر رفتارشون تحقیر یا شرمنده بشن به شدت میترسن. ممکنه این ترس انقدر شدید باشه که کار، درس یا فعالیت‌های حتی اون فرد رو مختل کنه. اونا با اینکه میدونن ترسشون غیر منطقیه، اما نمیتونن به اون غلبه کنن. حالا قبل از هر چیز بیاین ببینیم فوبیا چیه و چه فرقی با ترس داره. همه ما در زندگی از چیزهایی میترسیم. یکی از حیوانات میترسه، یکی از ارتفاع میترسه، یکی از مرگ، یکی از هواپیما و موارد دیگه. البته که این ترس ها واقعی هستند و برای حفظ سلامت و بقای ما ضروری هستند. اما وقتی این ترس دائمی یا شدید و غیر منطقی بشه و در زندگی روزمرمون اختلال ایجاد کنه، بهش فوبیا میگن. بله، حس ترس واکنش طبیعی ما نسبت به خطر، تهدید یا زیان هستش. فوبیا خیلی شبیه ترسه، اما یه تفاوت اساسی بین این دوتا وجود داره. فوبیا میتونه نسبت به محرک‌های بی‌ضرر واکنش خیلی شدید نشون بده، طوری که زندگی فرد مختل میشه. بذارین یه مثال براتون بزنم. مثلا بعضیا ممکنه از گربه بترسن، اما کسایی که فوبیا دارن با نگرانی و این ترس که همیشه گوشه ای از ذهن اونها رو درگیر میکنه، انرژی زیادی مصرف میکنن تا از برخورد با گربه تو مکانایی که ممکنه بیشتر اونجا وجود داشته باشه دوری کنن. راستش حتی من یه نفر رو با همین شرایط میشناسم که واقعا از نشستن توی پارک وحشت داره. اون دائم تصور میکنه که قراره یه گربه از کنار پاش رد بشه. حتی یه بارم که با چند تا از دوستای دیگمون رفته بودیم پارک، اون تمام مدت سر پا بود و با وحشت و ترس به اطرافش نگاه میکرد. نازنین جان، منم یه خاطره‌ای به ذهنم اومد. یکی از نزدیکان منم کلن شخص ترسوییه. من یادم قدیما میگفت که از هواپیما میترسه، اما چند وقت پیش که باهاش صحبت میکردم متوجه شدم که چقدر فوبیای اون بیشتر شده. اون میگفت الان نمیتونه هواپیما سوار بشه، نه قطار، نه اتوبوس، و حتی جدیداً از سوار شدن تو ماشین شخصی خودشون هم میترسه.
امیدوارم که دوستان شنونده تا به اینجا متوجه تفاوت ترس و فوبیا شده باشن. ما به طور خاص در این برنامه در مورد فوبیای اجتماعی صحبت می‌کنیم. اما اگه شما مایل هستید در مورد باقی فوبیاها صحبت کنیم، لطفاً از طریق ایمیل و واتساپ برای ما بنویسید. بله دقیقاً. خیلی خوشحال میشیم که طبق نیازهای شما عزیزان برنامه هامون رو پیش ببریم، چیزی که واقعا براتون مفید واقع بشه. خب همونطور که گفتیم فوبیای اجتماعی نوعی اختلال استرابیه که باعث ترس نامعقول و بیش از اندازه، شرمساری یا تحقیر تو مناسبات اجتماعی بشه. کسانی که به این اختلال مبتلا هستند تو برقراری ارتباط با دیگران، دوستیابی، سخنرانی و اجرا در مقابل جمع دچار مشکل هستند. البته این اختلال با خجالتی بودن کاملا متفاوته، چرا که خجالت احساسی گذراست، اما فوبیای اجتماعی یه ترس پایداره که زندگی فرد رو مختل میکنه و روز به روز بدتر میشه. خب شاید این فکر توی ذهن شما هم اومده باشه که خودتون یا اطرافیانتون دچار این اختلال هستین یا نه. شما میتونید از تستای رایگان استفاده کنید. فقط کافیه توی گوگل تست فوبیای اجتماعی رو تایپ کنید و خودتون رو بسنجید. البته ما هم در ادامه از علائم فوبیای اجتماعی براتون بیشتر صحبت میکنیم. میتونید این علائم رو در خودتون یا نزدیکانتون چک کنید تا اگه این اختلال رو تشخیص دادید نسبت به درمان اون اقدام کنید. یکی از اون علامت‌ها اینه که شخص از موقعیت‌هایی که ممکنه مورد قضاوت منفی قرار بگیره می‌ترسه و ممکنه از اجتماع دوری کنه. مورد بعدی اینه که از برقراری ارتباط یا صحبت کردن با غریبه‌ها ترس و اضطراب شدید داره. دائم نگران اینه که ممکنه شرمسار یا تحقیر بشه. از علائم ظاهری که باعث میشه دیگران بفهمن خجالت کشیده، مثل سرخ شدن صورت، عرق کردن، لرزیدن یا لرزش صداش میترسه و مضطرب میشه. به همین دلیل از موقعیتهایی که ممکنه در مرکز توجه دیگران باشه دوری میکنه و از یه تجربه منفی انتظار بدترین پیامدها رو داره. همیشه میترسه که تو جمع یا در برخورد با دیگران رفتار ناشایست و اشتباهی ازش سر بزنه و برای همین ترجیح میده سکوت کنه. اون حتی تو خلوت خودش ممکنه موقعیت‌های گذشته رو مرور کنه و خودش رو به خاطر حرف‌ها و رفتارش سرزنش و محکوم کنه. پس این افراد معمولاً خودمنتقد و کمالگرا هستن. خب اینا یک سری از علائم احساسی و رفتاری فوبیای اجتماعی بود. همونطور که نازنین جان هم کمی پیش گفت، این اختلال ممکنه با علائم جسمی هم همراه باشه، مثل سرخ شدن از خجالت، عرق کردن، تپش قلب بالا، احساس لرزش در دست‌ها و بدن و حتی لرزش در صدا، حالت تهوع، دلپیچه، تنگی نفس یا احساس سنگینی در قفسه سینه. خب حالا فکر می‌کنید که چند تا از این موارد رو در خودتون یا اطرافیانتون دیدین. اگر به بیشتر موارد گفته شده بله گفتین، ممکنه دچار این اختلال باشین. البته این روزا این اختلال جز شایع‌ترین اختلالات استرابیه و درصد قابل توجهی از افراد جامعه دچارش هستند. اما این اختلال به خودی خود و با گذشت زمان درمان نمیشه و نیاز داره که شناسایی و درمان بشه. پس اگر شما هم دچار این علائم هستین، حتما با یک پزشک یا روانشناس مشورت کنید. بله دوستان عزیز، همونطور که اشاره شد، لطفاً این موضوع رو جدی بگیرید. تجربه افرادی که این اختلال رو دارن نشون داده که روز به روز مشکلاتشون گسترده تر و عمیق تر میشه. پس بنابراین شناسایی و درمان به موقع بسیار اهمیت داره. یکی از راه‌های مؤثری که میتونه در کنار تراپی‌های روانشناسی مفید باشه، اجتناب از مصرف موادیه که استراب رو تشدید میکنن، مثل خوردن قهوه، شکلات، نوشابه‌های حاوی کافئین بالا که به نوعی محرک به حساب میان و باعث افزایش استراب میشن. پیشنهاد میکنیم تا بهبودی کامل از مصرف این مواد دوری کنید. و مورد دیگه این که خواب کافی داشته باشید.
افرادی که دچار اختلالات اضطرابی هستند، حتما این جمله را از پزشکشون شنیدن که خواب مناسب و کافی یعنی حداقل 8 ساعت در روز به اونها توصیه میشه. چون کمبود خواب اضطرابمون رو افزایش میده و علائم فوبیای اشتباهی رو بدتر میکنه. شما باید سعی کنید که سطح اضطرابتون رو پایین نگه دارید. تغییرات سبک زندگی هم میتونه تأثیر مثبتی روی روند درمان شما داشته باشه. اگه ورزش در برنامه روزانه شما قرار نداره، از تأثیرات اون غافل نشید. ورزش باعث افزایش تولید اندروفین در مغز شما میشه. در نتیجه باعث بهبود خلق و خو و کنترل استراب میشه. سعی کنید روزانه حداقل 30 دقیقه فعالیت بدنی داشته باشید. مخصوصاً ورزش‌هایی مثل پیاده روی و شنا. فقط کافیه امتحانش کنید و ببینید که چقدر روحیتون تغییر میکنه و سطح استرابتون در طول اون روز پایین میاد. خودم که به شخصه تا امتحانش نکرده بودم باورم نمیشد که چقدر میتونه تأثیرگذار باشه. درست لیلی جون، ورزش واقعا تأثیرات خیلی شگفت‌انگیزی روی زندگی ما داره. یه راهکار دیگه‌ای که به شما خیلی میتونه کمک کنه و در واقع روانشناسا یا روان درمانگرها هم از این تکنیک استفاده میکنن اینه که کم کم خودتون رو تو موقعیت‌های اجتماعی مختلف قرار بدین و ازش دوری نکنین. باور کنید هر چقدر از اون موقعیت‌ها بیشتر بترسین و فرار کنین، اون ترس بزرگ و بزرگتر میشه و این اختلال پیشروی پیدا میکنه. اما بیایید این دفعه که از موقعیتی خواستین فرار کنین، تصمیم بگیرین که باهاش روبرو بشین. البته از موقعیت‌های کوچیک و آسون شروع کنید، جاهایی که افراد خیلی زیادی درش وجود ندارن، و مطمئن باشید که به مرور زمان کم کم براتون عادی میشه و بعد از مدتی حتی میبینید که دیگه ترسی از اون موقعیت ندارید. و باید اضافه کنم همچنین از تأثیرات مثبت موسیقی هم غافل نشید. خوبه یادآوری کنم ما در یکی از برنامه‌های زنان امید به طور کامل به تأثیرات موسیقی و خاصیت درمانی اون اختصاص دادیم. اگه اون برنامه رو گوش نکردین، حتما سری به وبسایت ما بزنید. موسیقی یک ابزار قدرتمند برای کاهش استرس و اضطرابه. گوش دادن به یه موسیقی آرام بخش و صدای آروم میتونه به شما کمک کنه تا روحیتون رو بالا ببرید و سطح استرس و اضطرابتون رو کاهش بدید. حالا اگه موقع پیاده روی به یه موزیک آرام بخش و سرود پرستشی هم گوش بدید که یه ابزار قوی در برابر اضطراب ساختید. یه راه دیگه‌ای که خیلی به شما کمک میکنه اینه که اعتماد به نفس و عزت نفستون رو تقویت کنید. شاید توی این شرایط براتون یکم سخت باشه، اما باید بدونید که بیماریایی که ریشه استراب دارن به جز موارد خاص از باورهای خود ما نشأت میگیرن. پس ما باید باورهامون رو تغییر بدیم تا بتونیم درمان بشیم. شاید اولش سخت باشه، اما باید ذهنمون رو تمرین بدیم، با خود درونیمون صحبت کنیم. مثلا وقتی که میخوایم از یه غریبه چیزی بپرسیم، مثل آدرس، اون لحظه است که استراب کم کم داره بدنمون رو فرا میگیره. به خودمون باید بگیم که آروم باش. این فقط یه آدرسه. پرسیدن یه سوال ساده است. اون هیچ قضاوتی در مورد من نمی کنه. اگرم بکنه مهم نیست. نظر اون چه اهمیتی داره؟ درسته و این تمرین خیلی قدم بزرگیه. دختر منم وقتی کوچیک بود این استراب رو داشت و منم اونو کم کم تو موقعیتی قرار می دادم که با ترسش مواجه بشه. بزرگتر که شد بهش یاد دادم که صدای ترسهاش رو باور نکنه، بلکه بتونه با خودش یک گفتگوی مسالمت‌آمیز داشته باشه. و اینطور شد که دخترم کم کم ذهنیتش رو تغییر داد و الان یه دختر شجاع و با شهامته. شاید الان هم گاهی مضطرب بشه که گاهن اجتناب ناپذیره، اما یاد گرفته که چطور این موقعیت‌ها رو مدیریت کنیم و تسلیم ترساش نشه. چقدر عالی، شکر برای وجودت لیلی جون عزیز. دوستان،
بازم تأکید میکنم اگر شما احساس میکنید که به این اختلال مبتلا هستین، حتما به یه روانشناس یا یک روان درمانگر مراجعه کنید، چون سطح اضطراب شما باید کنترل بشه و این دکتر هست که تشخیص میده درمان شما از کجا و از چه زمانی باید شروع بشه. دوستان شنونده، امیدوارم تا به این لحظه از برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اگه در مورد موضوع برنامه سوالی دارید، میتونید همین حالا سوالاتتون رو از طریق واتساپ یا تلگرام به شماره 2031-638-9898-98 و یا از طریق وبسایت persianwordradio.com برای ما ارسال کنید. خب دوستان عزیز، تا شما به یک سرود پرستشی زیبا گوش جام میسپارید، ما هم با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، با ادامه برنامه زنان امید در خدمت شما هستیم. امیدوارم از شنیدن این سرود لذت برده باشید. در بخش قبلی برنامه در مورد فوبیای اجتماعی صحبت کردیم. اگه بخش قبلی رو نشنیدین، تشویقتون میکنم که به وبسایت ما سری بزنید و این برنامه رو از دست ندید. ترس و اضطراب بلاهایی هستن که گریبانگیر نسل امروز بشر شده. خب دوستان مسیحی هم از گزند این آفت بدون نیستن. شاید شما هم یه شخص ایماندار باشید و با اینکه میدونین مسیح منبع آرامش شماست، اما از درون احساس ترس و اضطراب میکنین. شاید دائم از خودتون میپرسین چرا من اینقدر مضطربم؟ ریشه این اضطراب و ترس چیه؟ اگر روح القدس تو قلب من ساکنه، پس چرا من اینقدر پریشونم؟ یعنی من کم ایمانم؟ یا شاید گناهی تو زندگی من انجام دادم؟ اصلا چطور میتونم از این همه ترس و اضطراب رها بشم؟ اگه شما هم این احساس رو دارین، میخوام بهتون بگم که تنها نیستین. ترس و اضطراب واکنش‌های طبیعی انسان در برابر خطره. ولی خب گاهی این ترس و اضطراب پا فراتر میذاره و ما رو اسیر خودشون میکنه، که در اون صورت باید حتما برای درمانش اقدام کرد. البته در حال حاضر ما با گزینه اول کار داریم. در کتاب مقدس در مزمور 43 آیه 5 چنین اومده که ای جان من، چرا افسرده ای؟ چرا در اندرونم پریشانی؟ بر خدا امید دار، زیرا که او را باز خواهم ستود، او را که رهاننده من و خدای من است. خود من به شخص بارها و بارها از درون احساس افسردگی و اضطراب داشتم و هر بار که این احساس به سراغم میاد، این آیه رو زیر لب زمزمه میکنم. میخوام بهتون بگم که فقط شما این احساس رو ندارین، شاید خیلی از ایمانداران درگیر این احساس بشن. یه آیه دیگه هم در متی باب 11 هست که به من خیلی آرامش میده. لیلی جون میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، و من به شما آرامی خواهم داد.
یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهایتان آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان است و بار من سبک. آمین. آیه بسیار زیبایی بود نازنین جان و پر از نکته. حالا اینجا میخوایم یه مطلبی رو بهش اضافه کنیم و اون اینه که شما به عنوان یک ایماندار ممکنه گاهی تو شرایط خاصی قرار بگیرید. ممکنه ترس و استراب به سراغتون بیاد. اما همونطور که گفتم اگه به طور دائم این احساس رو با خودتون دارید، این در واقع یک زنگ خطره. ممکنه شما دچار بیماری‌های روحی مثل اختلالات استرابی باشید که در اون صورت باید تحت درمان قرار بگیرید. یا ممکنه به لحاظ ایمانی دچار اشکال و اشتباهی شده باشین. پس اگه این احساس شما دائمی هستش، حتماً با شبانتون مشورت کنید. مرسی که به این نکته اشاره کردی لیلی جون. به نظرم نکته خیلی خوبی بود. اتفاقاً تو آیه‌ای که براتون خوندم نکته جالبیه. عیسی مسیح نگفت هر کی نزد اون بیاد آرامی میگیره، بلکه مسیح آرامی رو به کسانی میده که از اون تعلیم میگیرن و یوغش رو به گردن میکشن. خب تعلیم گرفتن که شامل یه روز و دو روز نمیشه، بلکه تعلیم گرفتن یه امر دائمیه. گاهی ما آرامشمون رو از دست میدیم چون از خدا تعلیم نمیگیریم و راهمون رو گم میکنیم. نازنین جون، این حرفت منو یاد داستان مریم و مارتا در کتاب مقدس انداخت که فکر میکنم اکثر ایمانداران داستانشو بدونن. هر دوی اونها پیش مسیح بودن، اما یکی مضطرب و اون یکی آروم و آسوده. مارتا مسیح رو دوست داشت و میخواست به بهترین شکل از اون پذیرایی کنه، اما خودش رو گرفتار کارهای زیادی کرده بود. مریم با توجه به اینکه مسیح رو دوست داشت، کنار پاهای عیسی خداوند نشسته بود و به تعلیمش گوش میداد. برای همین آروم بود. ما هم اگه دائما مضطرب و پریشون باشیم، با اینکه مثل مارتا مسیح رو دوست داریم و حتی با اون هستیم، اما نزد پاهای اون نمی نشینیم و کلامش رو نمی شنویم. دقیقا همینطوره. عزیزان، مسیح ما رو دعوت میکنه نه فقط از استراب، بلکه از ریشه اون بتونیم آزاد بشیم. ما میتونیم به حال خودمون دل بسوزونیم و قصه بخوریم و هم میتونیم دعا کنیم و مشکلمون رو نزد مسیح ببریم و ازش بخوایم تا ما رو شفا بده. همچنین میتونیم از افراد امین و مطمئنم کمک بگیریم. پولس رسول در فیلیپیان باب 4 آیه 6-7 میفرماید: برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواست‌های خود را به خدا ابراز کنید. بدین گونه آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهن‌هایتان را در مسیح عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت. آمین. پس راه حلی که پولس رسول با هدایت روح القدس برای نگرانی یا استراب ارائه میده اینه که اول دعا کنیم، در حضور او بنشینیم و منتظر شنیدن صدای اون باشیم و همچنین شکرگزار او باشیم. اون وقت آرامشی به دست میاریم که بالاتر از فهم بشره. ما با این آرامش میتونیم بهتر ریشه استرابمون رو پیدا کنیم. و همینطور در کتاب مقدس رساله پولس به فیلیپیان باب 4 آیه 8 اومده که در پایان ای برادران، درباره هر آنچه راست است، هر آنچه والاست، هر آنچه درست است، هر آنچه پاک است، هر آنچه دوست داشتنی و هر آنچه ستودنی است بدان بیندیشید. اگر چیزی عالی است و شایان ستایش، در آن تأمل کنید. اینجا یه حقیقت مهم دیگه وجود داره و اون اینه که ایمان ما رابطه‌ای مستقیم با میزان غلبه بر ترس و استرابمون داره و ما با کمک ایمانمون هستش که میتونیم با قدرت بر ترس‌هامون پیروز بشیم و جلوی افکار منفی ذهنمون رو بگیریم. پس باید تمام سعیمون رو کنیم که به چیزای خوب فکر کنیم، چون همه چیز از فکر ما نشأت میگیره و بعد بر احساسات و شخصیت ما تأثیر میذاره.
پس طبق کلام خدا باید اول افکار بد و منفی رو از خودمون دور کنیم و به اون چه که راست و پسندی دست فکر کنیم. نباید بذاریم افکارمون کنترل ما رو به دست بگیرن، بلکه ما باید اونو تحت کنترل خودمون در بیاریم. بله، پس به طور کلی باید با دعا و شکرگزاری نزد خدا بریم و آرامشش رو دریافت کنیم و بعد طرز تفکرمون رو اصلاح کنیم تا سرچشمه احساس بد و استراب رو از بین ببریم. البته این پروسه یه پروسه زمانبره و با توجه به شخصیت، احساسات، پیشینه و نوع برخورد شما زمان تحققش میتونه متفاوت باشه. به طور مثال ممکنه یه نفر در بازه زمانی 6 ماهه ازش عبور کنه و ممکنه شخص دیگه 10 سال تو این پروسه گیر کنه و در نهایت لازمه که خودمون زندگیمون رو به صورت عملی و کاملا درست در مسیری قرار بدیم که آرامش خداوند رو دریافت کنیم. آمین. لیلی جان، منم میخوام یه نکته دیگه اضافه کنم، این که دوستای عزیزم، زندگی رو سخت نگیرین. روی خطاهای همدیگه زوم نکنید و اجازه ندین هر چیزی شما رو تلخ کنه. اگه شما یه شخص زودرنج هستین، به احتمال زیاد استراب و استرس هم دارین. پس میخوام همین الان تشویقتون کنم که دیگران رو ببخشین، از ته قلبتون ببخشین و از خطاهاشون گذر کنین. همونطور که خود ما هم نسبت به خدا خطاکار هستیم، اما میبینیم که خیلی اوقات خدا از خطاهای ما چشم‌پوشی میکنه. پس ما هم که هدفمون شبیه شدن به عیسی مسیح هستش، باید مثل اون از خطاهای دیگران چشم‌پوشی کنیم و اونها رو ببخشیم. اینطوری خودمون هم میتونیم آرامش بیشتری داشته باشیم. و لیلی جون، یه شعر خیلی زیبایی هست که شاعرمون شمس لنگرودی داره که میگه بنویس و پاک کن، بنویس و هراس مدار، بنویس و پاک کن همچون خدا که هزاران سال است می نویسد و پاک می کند و ما هنوز مانده ایم در انتظار پاک شدن. عزیزان بیاین کینه به دل نگیریم و همدیگر رو ببخشیم و از این لحظه و زندگی که خداوند در کنار عزیزانمون به ما عطا کرده واقعا لذت ببریم و سپاسگزار باشیم. آمین، آمین نازنین جان. بله حقیقتا همینطوره. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که از برنامه امروز ما برکت گرفته باشین. اگه درخواست دعایی دارین یا سوالی براتون پیش اومده، میتونید از طریق شماره واتساپ 2031-638-9898-98 و یا ایمیل آدرس info@persianwordradio.com و همچنین از طریق وبسایت رادیو جهانی پارس با ما در تماس باشید و پیام ها و نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. بله عزیزان، اگه موافق باشین قبل از خدافظی بیاین لحظاتی رو در کنار همدیگه با همدیگه دعا کنیم. خدای قدوس، خدای آرامش، با قلبی شکرگزار به حضور تو میاییم. دعا میکنیم که تو با حضور خودت افکار ما رو تقدیس کنی، افکار ما رو پاک کنی و از نور خودت ببخشی. ای روح القدس، به ما قوت بده تا فکر ما، روح ما با تو در تو نو بشه. افکار منفی رو از ما دور کن، به همون قوت بده تا به چیزهایی که حقیقت و درسته، چیزهایی که تنها حقیقت تو، تنها تو در اونها وجود داره فکر کنیم و در قلب و ذهن و روح ما ریشه پیدا کنه تا آرامش بی حد تو رو بتونیم تجربه کنیم توی زندگیمون. ای خدای رحمت، توی این ساعت مقدس به درگاه تو همه عزیزایی که در جستجوی آرامش و تسلای تو هستن رو به سوی تو بلند میکنم. کسایی که خسته و پر استراب هستن و بارهای سنگین زندگی رو به دوش میکشن و به حضور تو میاریم خداوندا، تا با نیکوی و محبت بی پایانت دلهای اونها را از نور و آرامش پر کنی و بهشون توان و قوتی ببخشی که توی این مسیر پر از چالش
با آرامش و صلح به اون هدفی که تو براشون در نظر گرفتی برسن. پروردگارا، در نام مقدس تو می‌طلبیم، در نام مقدس عیسی مسیح با شکر و سپاس. آمین. آمین. خداوند به شما برکت بده. دوستان عزیز، لحظاتتون سرشار از آرامش خداوند و تا برنامه بعدی، خداوند یار و یاور شما باشه. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، از اینکه تا این لحظه با برنامه زنان امید با ما همراه بودین سپاسگزاریم. شما میتونین نظرات و پیشنهاداتتون رو از طریق شماره واتساپ 201-638-9898-98 و یا از طریق آدرس info@persianworldradio.com و همچنین وبسایت persianworldradio.com برامون ارسال کنید.